سلام به همه برمیخوره خب سلام چطوری؟ گرمته؟ روز روز نه من یک کاری کردم وقتی اومدی آخه من دمای دو رو میکنم نبود چی؟ دماغ شو؟ چی؟ عرض بکردم چی برمدی؟ من اومدم خیلی خونه هوا شرجی بود خاموش نیست؟ چرا؟ 22 نیم بود اووردم به چون 21 کنیم اینجا رو هرچی بیاری پایین ده. من اینجا رو بکن 18 خب من خدامه مشکل من بابا دعوا دو... دعوا بالا بره چون من هم اومده بودم زیاد نمیفهمیدم اون لحظه مم. با هفته پیش بنده خدا درخواست کرد گفته همین خوبه که بیاریم پایین مم. هیچ وقت من به پایین آوردن چیز نه نمیگم می همیشه میکشی پایین. پایین نه به فصل رب داره ایمان تو زمستون باید گرم باشه تا واسه ما سرد نه نه با من تو زمستون پنجره با میذارم ماشین تو اگه تو همیشه بخوری تا دسته اون موقع که اون موقع ایمان ها این مشکل رو دارن این فیوزشون چه خبر ردیف این؟ ایمانمون خدا مرسی چه تیشرت زیبایی خیلی خوش رنگ و معلومه که هر کی اینو داره خیلی خوش میگه عجب خوش سلیقه است گلچین روزگار میچیند آن گلی که به عالم نمونه است این گلی میکروفونت کو ادیتریت شد دیگه <تصفح> از بین چی میشه تحلیل رفت یه <تصفح> مولکولاشش از هم میپاشید هر دفعه که تجزیه شد. شد آره نخ نما شد هر دفعه که ازش استفاده می کردم یه مقدارش میریخ رو لباس و دیگه اونجا رو به کتاب چیکارش می کنی؟ خیلی نزدیک می‌گیری تو توش من, ه... من خیلی دارم هر روز داشت دارم روزی مثلا هفت سر استفاده ریشاش بهش می دیگه گاز می ماله بهش آره استقاک هست ولی حواستون باشه این او می گیره نه نه مو می گیره آره آره چه خبر هفته تو بود برای شما راستشو بگم یا مثلا من بگم نه من میخوام راستشو بگم دروغشو بگی بگو بهمون هفته جوری گذشت که اگه مکالماتم و حرفایی که تو تنهایی به خودم و بقیه میزدم جوری ضبط میشد ضبط میشد و پخش میشد حتما کنسل میشد <تصفح> منم همینطور من یکی از بدترین هفته های 2000 بین 2020 و 2021 هم داشتم خیلی. احساس که یه منتال بریک داون عجیبی داشتم چرا؟ داشتم. دا اصلا کلا خیلی هفته بعدی بود با آدم ها ها زبون نفر آره بعد شما دارید راجعه یه موضوع حرف میزنید دو تا موضوع جداه دوباره دو جدا. دو با علی رفتید بیرون و دونه دونه بگی نه کلا سر کار خیلی چیز خیلی استکاکی شد بعد مثلا میبینید اول هفته خودت مثلا یه جوری موتیویت میکنی که بتونی تا آخر هفته خودت بکشونی این اتفاقم نیفتاد دیگه واقعا وسط هفته اینطوری بودم که دیگه نمیتونم نشسته بودم آره نشسته بودم کف زمین تو که دیگه واقعا نمیکشم دیگه واقعا بسمه ولی خوب خوابیدی نه اتفاقا دیشب 3 ساعت خوابیدم این دیگه داره از دست میره دیشب که خوابیدم دیشب تو دی... شیش خوابیدم نه. شیش صبح آره دیگه تا خواب نبود دیگه بعد از شیش دست. یعنی آن. آفتاب زده بود دیگه نه تاریک هنوز شیش <تصفح> <تصفح> شیش خوابیدم تا طلوع غروب نه و دقه بابا آره سه ساعت چل دقه واقعا نگران کننده است این وست چون تاثیری تأثیری که رو مغز میذاره دیگه جبران نپذیر آره درفت اپیزود رفتیم در موردش آره. بله بله یه تو همینجور دارید آره. آره. همو... داره. آره. اون چیزه هست بیل, بیل که مال میکروفون هم نشانگر مغز آره. <laughs> ما با هم داریم با یه ریت داریم تجزیه میشیم خب جوانیه آره. همیشه این این موقع بود مامانم گفتش که الان جوونی نمیفهمی <laughs> <laughs> اینکه واسه چی تاثیراتشو بر روی رو مشخص میشه تو چرا فراد؟ منم همین کار و داستان و اینا مثلا یه پروژه‌ای که در 6 شیش ماه روش کار شده بود اینا مثلا دوشنبه به قول ایمان صبح پا شدیم که اوکی دیگه قرار مثلا اوکی ها رو بگیریم و همه قرار روی ورق باشن و اینا <applause> on the same page, on the same page. <applause> بعد اصلا یه جواب 180 درجه گرفتیم همه چی پکید پاک... همه چی پاشید نسبتا ولی آدار درست میشه بعد یه سوتی باحال اینکه تو طول هفته خب من داشتم برنامه ریختم که اوکی پنجشنبه میشه جمعه جمعه این کار میکنیم اینا که میشه دیروز نه اول بگم همینه من بگم بعد به تو برسیم آره، آره، پنج سر کار برمیگشتم بعد به فراد زنگ زدم گفتم که آره شنبه داریم میایین و اینا گفتش که آره میخواستم برم تایر ماشین عوض کنم گفتش که چیز کنیم و مثلا حواست باشه بشورش و اینا بیایم میخواد عکس بگیریم شاید بخوام بزن, بزن بفروشمش بعد گفتش که چیزه گفتش که آره مثلا زنگ بزن برو تایرات تا عوض و فلان اینا گوشی رو قطع کردم زنگ زدم به این تایر تا فروشیه و گفتم که آره من میخوام بیام تایر تا ماشینا رو عوض کنم فردا وقت و اینا گفتش که فردا که هالیدی گفتم یعنی چی هالیدی گفت آره ما جمعه تعطیلیم گفتم که باشه دوشنبه چطور گفت دوشنبه هم هالیدی یعنی چی دوشنبه هم تعطیله آره ما سه روزی که میگم. سه شنبه است بعد زنگ زدم پلیس میگم داستانیه مثلا هالیدی گفت آره چهار روز تعطیلی داریم من اصلا در جریان نبودم من داشتم تو سر خودم میزنم فردا مثلا فلان کورا رو به انجام بدم مثلا فلان ایمیل ها رو باید بزنم و اینا بعد دیگه تمام شد بعد میرسه به دیروز که فرهاد به من زنگ زد زن. من زنگ زدم به فرهاد آره حالا من یه پنج دقیقه زودترش رو بگم که آره من برم... خوب بوده خوب بوده آره بعد من میدیدم روز خیلی آروم پیش میره به افراد که زنگ میزنم ایمیل میزنم یا حتی بیرون بانک و اینا رفتم میدم بانک تعطیل بود هیچ چیزی هم نزده بود مثلا من اصولا همیشه یه چکی میکنم میبینم تعطیله اینترنتی میرم همینطور مثلا سرخورده برگشتم خونه آخه جمعه اینجا تعطیل نمیشه هیچ وقت معمولا دوشنبه آره. خیلی کم خیلی کم گود فرایدی اسمش آره میخوام بگم که چقدر من پرت بودم بعد برگشتم خونه مثلا به ایمان تکس زدم سراغ یه نفری رو گرفتم مثلا فلانی کجاست اینا نبود بعد یکی ایمیل زد گفتش که آره با خانوادم و حالا اینشالله دیگه سه شنبه برمیگردم آفیس سه شنبه با هم حرف بزنیم و اینا هی من بازم فوشا رو ادامه میدادم تقویم نگفتی برم چک کنم نه دیگه در این ناباوری ناباوری بعد به ایمان زنگ زدم و شکوایه بود فوش رو داد و بیداد اینا بعد چی گفتی تو؟ گفتی که این چرا؟ گفتی این فلانی چرا میگه مثلا من نیستم و مثلا سه برمیگردم و اینا شما باهاش صحبتی کردین داره منو میپیچونه یا مثلا مثلا آره برنامه‌ای داره واقعا. باید ایمان گفتش که تعطیل دیگه امروز گود فرایدی بوده. نه من گفتم تا... من اصلا نمیدونستم مناسبتشم چیه گفتی <applause> من گفتم من میدونستم دوشنبه ایستره نمیدونستم تو جمعه چه من هنوزم نمیدونم جمعه یه چه بود که فهمیدم وای بعد بینرشیستم که ببین <applause> مثلا ما قبلا اینطوری بود که برای اون مثلا اینطوری بود که میدونستیم برنامه میچیدیم حالا پادکست رو مینداختیم عقب مثلا دوشنبه زفت میکردیم و اینا من اصلا نمیدونستم تعطیله هم نمیدونستم آه بعد تو گفتی کارون چه خبر رو منتظر تکسش بودیم تو گروه گفتم خب حتما سر آره. کاره و گفتی نه تعطیل امروز آها تحتی... این آره اینطوری بهت گفتم مم. آره آره گفتش که ما تو گمراهی عجیبی بودیم این من نه دو تا آنترپرنورن ما که کارمندیم رو... روز و دقیقه‌شو میدونی ما من از اول هم کارمند ما یک شنبه یک از دوستا ما یک شنبه رفتیم بسکتبال گفت یه خبره خوب دارم یه خبر بد کدوم اول بدم گفتم خبر بد بعدو گفتش که فردا دوشنبه است چون قبلش صحبت کردیم مثلا غروب یکشنبه چقدر افتضاحات بعد بریم مثلا بسکت گفت خبر خوبم دارم گفتم چیه گفت جمعه تعطیله ما از یک هفته قبل میدونستیم اینجا همون دیگه من زندگی کار من حتی دوشنبه دوشنبه ما تعطیل نیستیم آه ببین گفتن ما, سر این نیم. بحث کردیم که آره آیا ها تعطیلن یا نه نه همه نیستن ام. پس تو دیروز تعطیل بودی ش... جمعه رو بودم جواب ولی... تکس ما رو ندادی جواب چه تکسی ندادم گفته بودم 11 خود کرد دیفالت دیگه نه, <laughs> نه قبلا ساعتی شده که دیفالت باشه شده unless otherwise آره um effective immediately گفتیم شنبه ها یا اسوه سو. بله میگفتیم ولی آره منم من هفته خوبی داشتم به خاطر همین عره. که میدونستم تعطیلات دارم افتاده تو خوشیه <تصفح> <ده بزن> <تصفح> یه جوری تو خوشیه بابا زده نشنی نمی کنم جلو ما مثلا یه کم یه ذره خوددار باش گفتید واقعیت ها رو بگی. خب بگو بعد اکثرش هم به خاطر همین تعطیلی بود یعنی من قبل اینکه منم یادم نبود که قرار این هفته اول اپریل تعطیلی داشته باشیم و هی تو ذهنم بود که خدا یه تعطیلی نیاز داریم دیگه خیلی خسته شدیم مثلا بعد تعطیلی که اومد خودش اومد خیلی خوشحال شدم من خیلی, خیلی برام جذاب بود یعنی همه تخم مرغ رو توی سبد گذاشته بودید ما اصلا تخ نداشتیم <تصفح> ما موقعی چی نداشتیم که تو سبد. ما سبدش بود ولی تخ مرغاش نبود هم داشت آره من یه توضیح در الان این میخوام در مورد یوتیوب توضیح بدم برای کسایی تو یوتیوب هم توضیح بدم بهتره تا اینکه تو اپیزود بنظرم یه سری کامنت اومده بود در مورد اینکه حالا چی شده خود یوتیوب داره چیکار میکنه با کانتنت کریتورهای ایرانی و چون پول بهشون نمیده و فلان این قبل اینکه ما اصلا اونقدر پول در نمیاریم از خود که هست برای, برای ما زیاد شوخی چیزی نداره آره مهم نیست اونقدر ولی اتفاقی که الان افتاده یوتیوب میخواد یه دونه در یه تکس معرفی کرد برای ویو هایی که توی برای ویور های آمریکایی یعنی ویو هایی که توی آمریکا اتفاق میفته روی هر کانتنتی تمام کانتنت کریتور ها باید یه تکس بدن به یوتیوب حالا اگر که تکسشون کاور نکنه در واقع مالیاتی رو باید بدن اگر که اضافه باید بدن چجوری توضیح بدم ببینید شما توی کشور خودتون یه مالیاتی پرداخت میکنید همیشه اگر که از اون threshold اگر از اون سطح مالیاتی توی آمریکا بدین کم تر باشه ادامه شو باید به یوتیوب پرداخت بکنید یوتیوب از شما کم میکنه کسر میکنه از درآمدتون. آه. اه برای همین یه سری از این کانتنت های آمریکایی اومدن رفتن به بیورشون گفتن که برید لطفا از وی پی استفاده کنید که ما سطح درآمد اون نیاد پایین مثلا بزن شما تو اروپا مثلا نزن شما تو آمریکا یوتیوب چی گفت گفتش که داداش چی یه انگوش بهشون نشون داد کنسله کنسل شروع کرد وی پی ها رو دیتکت کردن که این وی پی ان ها مثلا آه. آه. هر کجا هستن و چه جوریه و اینا وی کسی که حالا تو ایران وی پی استفاده میکنن به خاطر که اکثرا وی پی های مجانی استفاده میکنن قابل دیتکت تره راحت تر اینا یوتیوب اینا رو دیتکت میکنه و میفهمی که اینا اوریجینشنشون از کجاست قبلا اگر که میفهمید از ایرانه هم باز پول نمیداد الان بفهم از الان که بهتر میفهمی که یک نفر از ایران داره نگاه میکنه برای همین اگر که نگاه بکنین تعداد سابسکرایبر, سابسکرایبر های ما توی هفته گذشته مثلا رشد چندانی داشت به خاطر اینکه دیگه اون کسایی می می، می که میان سابسکرایب میکنن رو به عنوان ربات شناسایی نمیکنه میفهمه که آدمن ولی به ازاش پولی نمیده و اینکه نه که اون به ازاش پولی نده اون کسی که تبلیغ رو میذاره معمولا ست میکنه آقا مثلا به خاور میانه یا این تبلیغ رو نشون نده آره آره الان یوتیوب میفهمه مثلا از خاور میانه البته... یه سری وی پی رو قدیم نمیفهمیده یوتیوب هم به خاطر اینکه کمپانی آمریکایی به خاطر ها نمیتونه به کانتنت کریئتور ایرانی پول بده اصلا در واقع از اونجا نمیتونه درآمدی داشته باشه او اینم هست سازه ولی اکثر ولی خب خود چیز کمپانی هم خود ایران هم هستن بچه هایی که تبلیغ میاد روی ویدیوهاشون میومد میومد من یادم خب آره خب آره فکر آره میکنم, آره. میکنم اونا یه ستاپی دارن بیرون ایران حالا این شکل بعد حالا اتفاقی که افتاده الان ما تعداد ویو هامون و لایک ها و حالا سابسکرایبر رو داره میره بالا او همین بود پس ما هفته پیش آره دقیقا بود. همین من از بخاطر محتوای ما نه خود چراغ این نه این نشون میده که محتوای ما پتانسیلش رو داشت آره. از دیده تو عوض کن به اتفاقایی که اطراف میاد آره میخوام در واقع خودم رو دیس کنم و من زده بودم اونو چی بزن بزن اونو چی اونو من زدم اینو چی اینم زدی دوبار آره خلاصه این جریان یوتیوب دیگه اتفاقایی که افتاده از این قراره ولی خب زیاد برای ما که نگران کننده نیست چون که منبع اصلی درآمدمون نیست و اینکه اگر که میبینید با وی های مرغوب ببینید که دیتکت ولی نه آخه من من چه جوری دارن دیتکت میکنن آره مگه پوینت وی نبود که دیتکت نشی آره ولی قبلش قبلشم حالا صحبت که من حدثم اینه که احتمالا یوتیوب میدونه یه سری از وی پی ها مثلا فقط مردم آمریکا بهش وصل میشن برای همین هر خروجی که از اون آی پی اون وی پی ان بیاد و میگه اینا آمریکاییان ولی غیر اونو من نمیدونم پشت سرور وی پی که یوتیوب دیگه به ترافیکمون دسترسی نداره که مگر اینکه به خود وی پی داره یه پولی میده اونا اطلاعاتو دارن ریلیست میکنن اینم هم شدنیه به احتمال خوبی اصلا همینه از فردا اینی و... اینجا ری میگن ری تو به هیچ اطمینان نکنید بریم سر اپیزودمون بریم. آره چقدر گذشته تو اونجا که خوب نشون نمیده که واری شده بزن بزام چی میخواییم سلام اینجا خودکسته یه پادکست خیلی خودمونی من ایمان هستم یکی ای از میزبان ها این برنامه در کنار من کارون جریان داره سلام فرهاد و فرزادم با ما هستن سلام <تصفح> چی؟ یکی کرد کرده سلام ببخشید قبل اپیزی یعنی دکشمه که میزنن یه دونه زبان انقدر یعنی کسایی که تو یوتیوب میبینن یه زبان انقدری و گذاشت تو حلقش شیر خوردی نه پس زبونه گفت خوش شد بعد تو دهنم خوشتر شد چی کار میکنی یه اینجا با شیر خوردن دلبری میکنی این زبونه خیلی خوشمزه بود هر جور بگم بدن میاد هبسو ماشت سه چه خبر همه چی خوب همه چی خوش سلامت خدا شکر زنده ایمون من یه تشکر بکنم از بابت حالا کامنت هایی که برای هفته پیش اومد احساس میکنم یه رضایت کلی از دو تا اپیزود وجود داشت خیلی آدما تونستن باهاش ارتباط برقرار بکنن شاید یه مشکلی بود که همه داشتن باهاش دست پنجه نرم میکردن و شاید یه راه هایی حالا ارائه شد توی اپیزود هفته پیش دم همه گم مرسی که جوهای مختلف به ما کامنت دادین ویس گذاشتین و و و و اینکه شما فرزاد جان خیلی ساکتی یه چیزی بگو گوشی بذار کنار کاش مثلا تو اپیزود باشی <تصح> حواستون رو پرت نکنید واقعا <تصح> ستوری بگیرم چه خبر سلامتی همه چی خوب نایمده استخر ساعت هفت صبح به هم مسیح بیا استخر خالیه هفته امروز دیروز نه یه شیش خوابیده رفته <تصح> هم روز هم شیش خوابیده اونجا تو <تصح> خود آب به تکس دادم صبح بیدار <تصح> میشیم که الان هفت برم استخر روز تعطیل ها آه یعنی جمعه روز تعطیل خوب بود دیگه خب من رو حساب دو سه از کار... قبل ما این کارو نمی کرد رو حساب کار خودم بود چرا اونا میرفتن اونا میرفتن تو حوزه دم خونه یخو <تصفح> میشکوندن و میرفتن می <تصفح> لا یخ حال داد این از سخت بلند شوی گفتی الان باید برم سخت رفتی کرال رفتی مثلا یا رفتی تو <تصفح> جکوزی <تص نشستی نه جکوزی که افتضاحه حالا خراب شده قرار شده و فکر کنم فیلتر نشده رنگ آب فرق داشت با آب استخ عالی شد همینه میخوام ولی آره کمی که شنا کردم دیدم کلا حوازی که اصلا دیگه ندارم کلا نمیتونم نفس نا بکشم عضلات دستم هم که اصلا از کار افتاد قورباغه با... رفتم بقیه‌شو هفته،, هفته صبح ها آره هفته صبح این تازه هفته صبح است مثلا بدنت اینجوری که بابا بکش بیه تو رو قرآن حالا تو رو قرآن دل بکن تو رو به بلای علی بی خیال ما شد باشه بخوابم آره نه ما آخه ما یه سه تا اکسپوژر داشتیم کامپلکس فکرش یه جای دیگه بود فکرش تو زبون الان یه بعده تاش گنجده زبونه دونه دونه گاز بزد میدونم گرم نه مثلا گوش مجلس ما یه دو سه تا اکسپوژر داشتیم توی بیلدینگ بغلی اه. آره کجا میفهمید ایمان ما می آره زیر میزی آره ما هم یعنی میشنسیم میتونیم بعد اینجا بعد این اپیزود هم یعنی یه شکل که باشون کار میکنیم بعد مثلا ما هفته پیشم دورا دور دیده بودمشون بعد دیگه مثلا یه چک رد و کرده بودیم بعد فهمیدم که داشتن گرفتن سنشون هم بالاست و اینکه حالا بهترن ولی مثلا اینکه خیلی الان استان ما خیلی وضعش خرابه رکورد زدیم اره. برای یک روز 1013 نفر مبتلا شدن و اینکه خیلی اوضاع خرابه تمام رستوران ها رو دور بستن اونتاریو هم اوضاعش بیرون باکی شده اونطوری که 4 5 روز باز بود حالا آره آره اینجا من حالا قبلش به شما هم گفتم صبح خبر داشتم میخوندم یه گونه جدیدی ظاهرا توی برزیل بود اونجا شناسایی شده پیوان بهش میگن بله خارج از برزیل بیشترین تعدادی که به اون مبتلا شدن توی استان ما بوده چه جوری نمیدونم خیلی ایران نبوده اول خیلی این عجیبه چون معمولا ایران پا قدم میشه ایران اون انگلیسی رو داره اینا فکر از برزیل مستقیم رفتن ویسلر اسکی بعد اونجا دادن ویسلر رو بستن آفریقایی هم آفریقایی هم <تصفح> تو ایران هست نمیدونم من اون انگلیسی رو میدونم برزیل که اینجا این ویسلر آره. آره. اینجا هم هست. خبرشو این هفته پیش که یه مهمونی گرفته بودن توی یکی از این پاپ ها آره, آره و... پاپ ها <تصفح> بار بار بود آره, آره. بار تور بود مهمونی گرفته بودن همه بدون ماسک دو تا از کارکنای اونجا بودن سن دو تاشون لخت سن دیگه بدون ماسک تو این ویدیو دیگه اینا دیگه. اونجا که کلا فکر کنم تمپر... موقت بسته شد اونجا صد اخراج شدن و خیلی باحال بود ولی خیلی هم عجیبه حالا جدیدا گفتن رستوران دیگه تو نمیتونن بشینن ولی اگه مثلا پاس چیزی بیرونه اونجا میتونن هم. و من دیروز داشتم رد میشدم مثلا یه رستورانی بود اونی که اه... سر خیابونتونه رو اون نه یه دونه هست که پاب ایرلندیا سبز دوبلین ندام توی گرانویل ببین توش بزرگه دوبلین. بیرون مثلا دمه در شاید مثلا دو تا میز جا داشته باشه پر همه اینجوری کیپ با کیپ وایستاده بودن بعد تمام رستوران ها های بیرونش پر و حالا هوا هم اونجوری هنوز گرم نیست یه سری از این پاسیا ها بالا چیز داره هیتر آره هیتر داره سیستم گرمایشی داره یه سری نداره تو کنار خیابونه اونا هم آدم نشسته و تو سرما قشن میدیدم یارو سردشه و پیتزا رو ببین نمیدونم احساس که خب صد درصد مشکلات اقتصادی فراوانی وجود داره دیگه یعنی این رستوران ها مجبورن نه من برای رستوران میفهمم چرا بازه نه آدم ها رو چرا رفتن اه. ببین سرما خیلی یا به نظر من دیگه کلا گیواب کردن اصلا دیگه انقدر فشارهای مختلفی که هیچ وقت تو زندگیشون آدم ها احساس نکرده بودن بهشون اومده که دیگه حاضرم بگیرن تمام شه بره یعنی میگن که و, و, این ذهنیتی که بگیرم تمام بره با اینکه بگیرید بازم که تمام نمیشه و دوباره ممکنه بگیری دیگه نمونه بارزش ایران دیگه الان خیلی ها رفته بودن سیزده به در شنیدم که اسپان اگه سیزده به در میرفتی بیرون 500 هزار تومن جریمه میشدی با ماشین بدون ماشین میرفتی هیچ بر همین بچه ها از روز قبل رفتن <applause> باق شب اونجا بود این باق نابود کرد آره باق ایران رو نابود کرد <تصفيق> <تصفيق> یعنی این لفظ باغ اگه از دیکشنری ده حذف کنن خیلی اتفاقا میفته بریم سر اپیزودمون بفرمایید ای من اول مقدمه بگم که چه اتفاقی افتاده اپیزود قبل این اپیزود ادامه ای اپیزود هفته پیشمونه اپیزود 273 این هفته 274 و در این مورد صحبت کردیم در مورد کتابی به نام ایندیسترکتبل صحبت کردیم و امروز میخوایم تمامش بکنیم توضیح دادیم که دلیل ریشه ای ممکنه توی حواسپرتی انسان وجود داشته باشه و ممکنه که انسان ها از وسایل و رفتارهای مختلف مثل آلا گوشی موبایل بازی کامپیوتری خوردن ناخون یا مثلا تمیز کردن اتاق مثلا هنگام امتحانا استفاده بکنن که حواس خودشون رو پرت بکنن تا یه دردی که وجود داره یا یه مشکلی که وجود داره رو بتونن تسکین بدن یا ازش فرار بکنن توضیح دادیم که انسان ها بعضی وقتا اگر رفتاری حال اونها رو بهتر بکنه مثلا موقعی که اصابش خورده احساس دپرشن میکنه میره سر گوشیش و از اون ذهنیت دور میشه ممکن از اون رفتار استفاده ابزاری بکنن و یه جورایی بهش معتاد بشن برای اینکه همیشه بخوان از مشکلاتشون فرار بکنن و حالا شرطی هم میشن مشکل که میاد دیگه گوشی هم واش میاد دقیقا توضیح دادیم که کتاب اندیسترکتبل میاد چار تا استراتژی رو معرفی میکنه برای اینکه ما بتونیم جلوی حالا این وسوسه ها رو به طریقی بگیریم و ن... کمتر حواس پرت باشیم که من دونه دونه الان اونا رو میخونم و مثال میزنم و حالا در موردشون صحبت میکنیم اولیش که گفته بودیم مسترینگ اینترنال تریگرز یا حاکمیت به سبب های درونی تریگر رو چی گفته بودی؟ محرک, محرک های درونی یکم در, در حالا هفته پیش در این مورد سر صحبت کردیم و توضیح دادیم که انسان ها به صورت طبیعی اینطوری سیمکشی شدن که ناراضی باشن و جلو پیش و این باعث میشه که پیشرفت بکنن و بقا پیدا بکنن بقا داشته باشن که اگه اینطوری نبود آدم ها شاید همون قارنشین میموندن توی این کتاب میگه که چهار مرحله برای پیدا کردن این محرک های درونی وجود داره اولیش اینه که سعی کنیم بفهمیم و پیدا بکنیم اون احساسی که دقیقا قبل از حواس پرت شدن داشتیم حالا فرهاد یه مثال خوبی زد که مثلا داری یه کاری رو انجام میدی یهو به ذرت میزنی که بری ورزش سه بخونی. دقیقاً چه اتفاقی افتاد حالت چجوری بود مثلا همکارت یه چیزی گفت ناراحت شدی توی کارت گیر کردی ناراحت شدی یادت دعوا با دوستت یا پارتنر رو دفتدین چیه ربخم میزنی نه <applause> چه شوشه شده بودم با یا مثلا حالا یاد دعوا پارتنر یا مثلا دوستی آشنایی چیزی افتادی که حواست پرت شد و خواستی بری ورزش س چک بکنی و دقیقا در اون لحظه حال چجوری بود دقیقا مثل اون ف... مثالی که فراد زده بود در مورد ناخون خوردن. ناخون خوردن. هفته پیش میگه که اون حالت بدی که برای اون پیش اومده رو با یه دید دیگه بهش نگاه بکنیم به جای اینکه خودمون رو شروع کنیم تحقیر کردن با یه دید کنج با یه چشم کنجکاوانه بهش نگاه بکنیم و ببینیم که دقیقا ریشه اصلی اون حالت حال بد ما چی بوده اگر از مثلا همکارمون ناراضی هستیم آیا اون میدونه که ما ناراضی هستیم خودمون میفهمیم که دلیل اصلیش این بوده یا مثلا درد فیزیکی داریم چون مثلا کمر درد میکنه هر موقع که اون لحظه کمر درد اتفاق میفته حواست کلا پرت میشه و تو هم زیاد بهش آگاه نیستی دیگه میگه کمر درد حالا بهتر میشه آیا میدونیم که دقیقا حالا مشکل اون کمر در دست میگه که دقیقا همون لحظه که حواسمون پرد میشه رو بنویسیم تا بتونیم انلایزش بکنیم و بفهمیم دقیقا از کجا میاد این مشکلی که داریم به جایی که مثلا بگیم که بابا منم هم همیشه حواسم پرد میشه احسان خورد میشه می و فلان و چهارمین مرحلهشم هم اینه که خیلی خیلی حواسمون به لحظه تعویز کارمون باشه تو انگلیسی بهش میگه لیمینال لیمینال uh, مثلا موقعی که تو حواست پرت شده تو اپ توییتری از اپ توییتر سویچ میکنی به اپ اینستاگرام یعنی میفتی مم. توی اون لوپ هولی که داره اتفاق میفته که تو میفتی توی حواس پرت شدن و وقت تلف کردن لوب. میگه چی لوپ لوپ هول دیگه نه لوپ اینجا آه توی لوپ آره توی لوپی که uh, مثلا توی حواس پرت شدن رویت هول رویت آره رویت هول <applause> سورا آره. و اینکه مراقب این لحظه ها باشیم که از یه ابزار به یه ابزار دیگه میریم خیلی جارب من موقعی که داشتم دقیقا اینو مینوشتم به این فکر می... دقیقا به این فکر افتادم که چقدر اتفاق افتاده که مثلا من نیم ساعت چل دقیقه میرم اینستاگرام چک کنم هیچی نره میبندمش میرم تویتر چک میکنم هیچی نره میرم این چک میکنم هیچی نره دوباره میگم رو اینستاگرام یعنی <applause> میفتم توی این لوپه و همین اتفاق خودتا. افتاد شروع کردم خودخوری و از چیز از نوشتن این رفتم تو تویچ <applause> اصلا <میش> <applause> آره یعنی اصلا می چی میگم یعنی همین اپیزود یعنی داشتم ام. اینو مینوشتم نوشتم باز کردی نه, نه, نه، به این فکر کردم که چقدر برا من اتفاق افتاده که من توی اینستاگرام بودم آه. و توییتر بودم فلان و اینا شروع کردم خودم سرزنش کردم گفتم تو خاک اصلا نمیتونی مثلا چیز بکنی یه دقیقه متمرکز باشی اصلا رفتم تو توییچ یعنی اومدم این هوا این که خودم و خودخوریه رو اومدم با اینکه برم آه. تو توی, توی چه خبره مثلا اومدم مسکش کنم و همون دا لحظه برای خودم نوشتم که چقدر جالب این اتفاق همون لحظه که داشتم اپیزودو می نوشتم برای خودم اتفاق افتاد شما نمیم تو این کار کردین که کلی خاطره برین توی مثلا چرا حالا آخه نه تو گفتی شروع کردی به نوشتن آها آره اون که خیلی خیلی دارم ولی میخواستم از ایمانی این رو بپرسم که اون لحظه که چون من خودم این حس رو بهم اون لحظه که هی از این تناب به اون تناب میریم تو خودت چه حسی میفهمم که یه از خیلی اون حس باحاله که میاد سراغ آدم نمیدونم باحاله یا نه حس تنفره نه میگم جالبه که اون سری آدم اون حس نسبت اون حس بد و نسبت به خودش پیدا میکنه تنفره گفتم یه مطلب کوچیک یکی سوال پرسیده بودش که تو بود که حاضری مثلا به شما پنجه هزار دلار بدن ولی اگه اینو قبول کنی به اون کسی که ازش متنفری هم صد هزار دلار میدن و آره چرا نخوام صد هزار دلار بگیرم متنفر میشی آره نه این اون موقع مثل این میونی که تو میفهمی داری اشتباه میکنی ولی نمیتونی جلوشو بگیری اتیاده دیگه آره آره بعد میگه که حالا یه روشی رو توضیح میده نویسنده میگه که برای میگه بعضی موقع که ما داریم کارهایی که یه ذره حوصله سر برتره رو انجام میدیم اون موقع خیلی بیشتر حواسمون پرت میشه و میفتیم توی اون دوباره وقت تلف کردنه یه روشی رو معرفی میکنه میگه که ری ایمجین یور تاسک یا نگرشت رو به کاری که داری انجام میدی عوض کن و خیلی گیمیفیکیشن رو پیشنهاد میکنه مثلا میگه که اگر که شما میخواین چه میدونم ظرف بشورین که مثلا ظرف شستن لذت نهی بر این ازش من دوست دارم مثلا ظرف شستن من خوشم یا مثلا میخواین چمنای خونه رو بزنید و اینا میتونه کارایی باشه که شما رو مثلا زیاد لذتی ازش نمیبرید میگه که بیاین مثلا اینطوری نگاه بکنید که من میخوام این دفعه رکورد زدن مثلا چیزو چمنای خونه رو بشکنم دفعه قبل مثلا تو دو ساعت زدم این دفعه میخوام مثلا روی ایم. یه ساعت و 50 دقیقه مثلا این کارو بکنم میگه که بخوای برای خود گیمی فایش بکنی حواست خیلی بیشتر جمع به اون کاری که داری انجام میدی یه هدفی داری که میخوای بهش برسی و مثلا یه و وسط چمن زدن نمیری اینستاگرام چک بکنی من دستان. خودم چیز کردم انجام دادم توی خونه تمیز کردم مثلا قبلش اینجوری هم که معلوم مثلا برنامه هفته یه بار یه دور خونه رو تمیز کنم همیشه مثلا رکوردم حدودش یه ساعت و نیم این طوراست بعد چند بار اینو تست کردم گفتم مثلا بذار این سری سریعتر کارو انجام بدم نتیجه عکس گرفتم بیشتر طول کشید چرا دلیلشو میدونی چون م... هی دقیقا چون داری فکر میکنی که من چی کار کنم که سریعتر انجام بدم این اینو توی اون کتاب دستاد لارد نات گیوینگ فاک توضیح داده بود میگفتش که تو وقتی یه چیز رو هی داری به خودت میگی یعنی اون چیز رو نداری او مثلا میگفت اینایی که میرن جلوی آینه هی میگن من زیبا من زیبا میگه تو ایمپلیسیتلی یعنی به صورت زمینی داری به خودت میگی که خب من زیبا نیستم که نیاز دارم زیبا باشم که اگه بودم اصلا نمیبنم جلو آینه اینو بگم حالا این کار رو که داری انجام میدی می تو من برداشت خودم این بود من داشتم به خودم میگفتم خب تو اصلا سریع انجام نمیدی که الان میخوای سریع تر باشی این به یه طریقی باعث میشد من کنتر باشم ولی چیز دیگه ای که جواب داد این بود که من نرم بگم من این کار رو سریع میخوام انجام بدم من رفتم اون کار رو انجام مثلا داری دستشویی میشوری همون میشوری گفتم که من تمرکزم رو بذارم رو شستن این همومه یعنی به این فکر کنم در لحظه مثلا دست من کجا میره کجا رو لمس میکنم این سرعت رو برد بالا آره، این این برد بالا حالا میرم من برای خودم چیکار میکنم من گیمی که همیشه با خودم بازی میکنم اینه که من مهم نیست که چقدر خرید کردم یک بار بیشتر نمیتونم بیام بالا تمام این کیسه ها رو از گردن و دست و اینا آویزون میکنم با دندون مثلا یه چیزی رو میگیرم در آر با هزار بدبختی با باز میکنم و تا به حال نشده به بازم به خودم اون خیلی درد داره یه بار با من بری پایین یا یه بار با من خرید اصلا نمیش من میافته دستم ولی همیشه باید بار برم من همیشه یه بار میرم آه،, آه تو آه. هفته یه بار میری من مثلا یه ماه یه ماه و نیم یه بار میرم خرید اونجوری آها اونو باید دوبار بری اصلا نه آره نه. اون واقعا یه بار رفتم با کاسکو رفتیم با هم البته ولی مهمونی با من چرا رفتیم کاسکو که ترکانو هم دیدیم اونجا این نشون به اون نشون اگه مگه با ترکان نرفته بودیم که با خرید یه بارم یه دیدیم فکر کنم یه بارم یه یه بار رفتیم اونم برای خرید نمونی ایمان بود خیلی بیشتر رفت ولی اینو من الله همین من تجربهش کردم برعکس کار میکنه بعدم یه چیز دیگه که میخوام بگم این نمیاد مشکل رو اساسی پیدا کنه این داره راه حل مشکل رو میگه آره یعنی, یعنی... نباید ما بریم از ریشه مشکل رو حل کنیم چرا ریشه اول گفتش شیه. که بنویسید سعی کنید انالایزش بکنید ببینید مشکل از کجا میاد حالتون رو بفهمید حالا توضیح میدم اینا رو و اینکه نکته آخری که توی این در واقع این کاتگوری اول میگه اینکه خیلی خیلی تاکید میکنه که با خودتون دوست باشین برخلاف کاری که کارونا فرزاد میکنن که شروع کنی خودتو تحقیر کردن بزنی تو سر خیلی به من همیشه گفتم این بدترین کاره همیشه تو میکنی تو بابا تو نه به شدت تو نه ولی بابا تو پیشنهاد من بابا من همون موقع گفتم کار بدیه گفتم من این کارو میکنم ولی کار بدیه چیلی پشو اینو هیچ وقت نمیگم این کارو بکنی اصلا با خودتون, با خودتون این کار نکنید دیگه دیگه آره میگه با خودتون باید دوست باشین و اینطور فیلیر وقتی موقعی که اینطور ها رو فیلیر رو تجربه میکنید و با خودتون به خودتون احترام بذارید و یه جوری با خودتون صحبت کنید که انگار داریم مثلا با دوستتون صحبت میکنید اگه دوستتون یه همچین مشکلی داشته باشه میگه میزنی تو سر میگه خاک تو سرت آره من شاید این کار بکنم با سپه <تصفح> ولی <تصفح> 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 ولی <تصفح> 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 رو سپر رو بیاریم ولی چه تو رو نشون بده دیگه مثلا هم چیکار میکنید نمیکنید دیگه میکنی؟ همونطوری که با یه دوست صحبت میکنید سعی کنید با خودتون صحبت بکنید که اگه مثلا به خودتون مثلا صدام بزنید ببینید که خاک تو سر فلان و اینا اعتماد به رو از دست میدید و دیگه هیچ این کار انجام نمیدید انتها نمید. نداره این یه نکته بود که حالا همونطور که گفتم من با این مشاور صحبت میکردم سر قضیه ناخن خوردن هی میگم من همینطور بودم یه خودم رو اصلا له میکردم تو فکر خودم و مثلا با افکاری که داشتم باش آره و با. میگفت مثلا دست میکشی به سر خود <تصفح> میگفت آروم باش دقیقا عین لفظ از که مهمه. خیلی مهمه گفتش که میده. جوری حرف بزن با خودت یا جوری با خودت دیل کن که مثلا یه رفیق سمیمی تو داری چیز میکنی پند اگه رفیق سمیمی من باشین اینجوری صحبت کنم اوکی با خودمون جوری حرف بزنی کتگوری منفی در منفی میشد که وجود داشت بود میک تایم فور تراکشن یا برای حواس جمع بودن وقت بذاریم این کتاب خیلی در مورد زمان صحبت میکنه و میگه که یکی از دارایی های مهم انسان زمان حالا شاید کلیشه باشه برای همین میگه که باید بیشتر بهش اهمیت بدیم ولی قبلش میگه که ببینیم و با خودمون رو راست باشیم که هدفمون چیه ارزشامون تو زندگی چیه میخوایم مثلا به چی برسیم و برای اون بتونیم در واقع زمانمون رو چیه؟ به چی میخوای برسی؟ یاد... می یاد چی افتادم؟ خیلی چیز هست یه با فرهاد بودیم و دو نفر دیگه صحبتی شد گفتن که درمان مشکلات چیه؟ <laughs> بحثش میشد خب من. پس بگید <تصفح> که نمیتونید من بفرمایید میگه که نسبت به اون ارزش و هدفایی که تو زندگیمون داریم وقتمون رو بچینیم مثلا شاید تو بخوای مثلا فالوور اینستاگرام اضافه بکنی یا مثلا میخوای بری تو فلان تیم مثلا فوتبال یا مثلا میخوای مهاجرت بکنی خب میگه بیایم نسبت به آگاهانه نسبت به اون اهدافی که داریم بیایم وقتمون رو بچینیم و ببینیم صرفتی. که چه جوریه مثلا اگر که میخوایم مهاجرت بکنیم شاید صرف کردن زمان زیاد تو اینستاگرام بهمون کمک نکنه ولی اگه بخوایم فالوور بگیریم چرا باید زمان زیادی رو تو اینستاگرام مثلا صرف کنیم پست بذاریم یا کار مختلف انجام بدیم میگه فقط آگاه باشیم به اون کاری که میخوایم انجام بدیم و نسبت به اون ما زمانمون رو بچینیم و هر کاری که میذاریم توی تقویممون ببینیم که این چه بهمون کمک میکنه که به اون هدف برسیم چند تا نکته گفته بود که حالا بعد حواسمون باشه میگه که روی کاری که میخوایم انجام بدیم تمرکز کنیم تا روی بازدهی اون کار موقعی که داریم کارمون رو انجام بدیم مثلا اگه ما میگیم که من میخوام مثلا ایده بزنم برای مثلا چه میدونم فلان ویدیو میخوام ویدیو میخوام یوتیوبر بشم هم. میگه که من وقت بذارم برای اینکه مثلا ایده بنویسم میگه شاید هر دفعه تو به یه ایده خیلی خوب نرسی ولی اگرم نشینی ننویسی هیچ وقت به اون درف پیدا نمیکنیم میگه که صرفا به این توجه بکنیم صرفا یا صرفنه صرفنه. صرفا صرفا به این توجه بکنیم که اون کاری که گفتیم میخوایم انجام بدیم رو انجام بدیم اگر آه. که قرار بشینیم ایده بنویسیم واقعا وقت بذاریم بشینیم و اون کاری که تو تقویم گذاشتیم رو انجام بدیم این چیزایی که گفتنش خیلی راحت‌تر از انجام دادنه میدونم ببین اینم نمیگه این کار راحت ها ولی یه سری بدیهیاته که آدم اگر که با خودش تکرار بکنه شاید واقعا بهش آگاه تر باشه یعنی مثلا اینکه از گوشی مثلا آدم به عنوان ابزار استفاده میکنه شاید بدیهی باشه خب ولی من واقعا بهش وقتی به تا موقعی که بهم به نگفته بودن و بهش فکر نکرده بودم الان موقعی که اتفاق میفته بهش آگاه هم شاید بتونم عوضش بکنم آخه میدونی من مشکلا با این استراتژی هایی که میدن مثلا چند تا مرحله داره و چند تا پله داره و اینا اینه که آدم تو هر لحظه اصلا همه اینا یادش نیست و بهش آگاه نیست بعد تو یه مشکل که نداری تو زندگی هزار تا داری درست. دیگه بعد برای هر کدوم این مشکلات بیان یه راه حل چهار پله ای به تو ارائه بدن تو در لحظه همش که یادت نیست آخه تو همی... همیشه هم که همه نو مشکلی نداری که مثلا یعنی میدونی چی میگم چهار تا مشکل هم داشته آره. باشی تو تا مثلا 16 تا چیز تو تو ذهنت باشه برای همین من میگم که اینا درسته که راه حل و کمک میکنه ولی باز ریشه نیست ریشه اون حواس یه جای دیگه است ببین ریشه حواس پرتی دردته یعنی تو باید ببینی که مشکلت با اون اتفاق که اون لحظه میفته چیه اینو همون اولش گفت خب همین دیگه فرض کن مثلا توی کامنت ها اومده بود بچه ها مثلا درس فیزیکو خوششون نمیاد میان آه. مثلا خودکست میبینم یعنی رو گوشی مشکل اون درده است درده رو که ما باید به نظر من یعنی باید درده رو درمان کنیم که این عواقبش سر نزنه نه اینکه حالا عواقب که سر زد تازه به فکر درمان باشیم ببین آخه تو که نمیتونی که یه مثال دیگه بزن مثلا فرض کن چیز شما یه مریضی داری دو مریضی رو داری میتونی بری دکتر دکتر اون مریضی رو درمان کنه دوباره مریضی سر بزنه چون ریشهش رو پیدا نکردی ولی حالا اگه تو بتونی بری ریشه رو پیدا کنی از ریشون رو بزنی دیگه مریضی سر رو نمیزنه حرف من اینه درسته باید بزنیم جامعه رو از نو بسازیم ولی توی به نظر من خب این حواس پرتی دو نوعش هست همین که یه, مس... یه سری مسائل میتونه ریشه باشه یه سریش نه مثلا میتونی ای... یه درمان حالا همون سطحی هم داشته باشی مثالش مثلا اون حواس پرتیایی که سر کار شاید بشی موبایل تو مثلا بذاری کنار میدونی اون موبایل گذاشتنه مثلا ریشه ای اونطوری نیست دیگه یکی از همین راهایی که میگی اون چهار تا لولیاست یعنی من فکر من هم جفتش هست تو این سناریو آره ولی خب این چیزی که این میگه اینه که درد تو یه جای دیگه است مثلا سر کار یه جایی از کارت مثلا خسته کننده است و اون موقع دیگه موبایل میاد کنارت بعد نه <تصفح> اگه مثلا این داره در مورد چی صحبت میکنه در مورد زمان بندی صحبت میکنه خب میگه که اگر که تو بدونی مثلا من اگر که بدونم میخوام چه میدونم فالوور اینستاگرام زیاد بشه اگر که مثلا برم ریاضی فیزیک بخونم شاید به من کمکی نکنه خب اون لحظه حالا من میدونم تو موقعی که سنت کمتره شاید زیاد چویس نداشته باشی یعنی زیاد نتونی آپشن های مختلف رو نشه نداشته همش هم دستت آره دست باز نباشه آره دست باز نشه برای اینکه بخوای انتخاب بکنی ولی به عنوان آدمی که حالا سنش قانونی شده مطمئنا یه سری آزادی هایی رو داری که بتونی توی حالا اون برنامه‌ای که داری توی برنامه روزانت چی شده نه شد. نورو توی برنامه روزانت ایمپلیمنت بکنی بتونی انجامشون بدی دلوقتي. این میگه که اگر که بیاین رو اول بفهمید چیه و بعدا نسبت به اون بخواین حالا برنامهتون رو بچینید کل حرفی که الان من میفهمم چی میگه ولی باز میگم این شاید کار کنه برای یه مدت کوتاهی ولی شانس این که اون قضیه دوباره برگرده خیلی زیاده مثلا چی یعنی فرض کن تو هدفت اینه که مثلا یه زبان جدید رو یاد بگیری خب اون زبانه سخت بوده قبل از اینکه مثلا قبل اینکه حالا این مطالب رو بدونی وقتی که میخواستی بری شروع کنی به خوندن حالا اون زبان جدید میرفتی با گوشید کار میکردی خب یه جوری حواستو پرت میکردی بالاخره تسک سختی بوده خیلی هم ممکنه خسته کننده بوده باشه تا یه حدی خلاص یه جوری حواس خودتو پرت میکردی خب این شرایطی که هممون داشتیم بعد میگه که تو توی اون لحظه باید ببینی هدفت چیه و اون کار رو دیگه انجام ندیم من میگم قبول این ممکنه یک هفته دو هفته هم کار کنه ولی باز شانس این که اون حواس پرتی برگرده همچنان هست یعنی تو یه هفته دو هفته مثلا میخوای بری گوشیتو تو برداری به خود میگی نه من الان زبان خوندنه برام مهمتره خب اون باعث میشه که تو اون کارو نکنی ولی من باز میگم این احتمالش هست که برگرده 100 درصد احتمالش هست همه کسایی که مثلا میرن ریهب دوباره اعتیاد پیدا میکنن آره آره صد درصد اونام شاید واقعا اومدن مثلا ریشه ای به این موضوع چیز کردن ولی این این دقیقه هم میگه میگه اگر که یه کاریو میخوان انجام بدین فیلم میکنید فیلیر میاد سراغتون انتهای دنیا نیست آدما همینطوری سعی میکنن بهتر بشن دیگه یعنی میگه که همش باید سعی بکنی این پروسه رو هی ادامه بدی هی برگردی تو همین لوپی که وجود داره و سعی کنی بهترش بکنی و یه جا میتونی به این غلبه بکنی ببین مطمئنا یک کتاب نمیتونه برای تمام آدمایی که بیرون با هزار تا تجربه مختلف و هزار تا هزار مدل مختلف هستن بیاد یه راه حل بده همه رو درمان بکنه یعنی دیگه فکر کنم همون میدونیم ولی این میاد یه سری راهکار پیشنهاد میکنه که حالا مثلا بعضیاش برای من کار کرده شاید اصلا اونایی که برای من کار کرده برای هیچ کس دیگه مثلا کار نکنه میگم که بیاین یه سری از اینا استفاده بکنید شاید بتونه بهتون کمک بکنه ولی مطمئنا هیچ کدوم از این در که ما تو خودکست داریم تا الان برای تم... نمیتونیم به همه آدمایی که خودکست گوش میدن تعمیمش بدیم من میگم قطعا این روشات موثر اصلا شکی تو اینش نیست م. من میگم باز برگشت پذیره یعنی چون ریشه رو نمیزنه باز ممکنه اون حالت برگرده ببین آخه واقعا شاید 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 تو زندگی اختلا... اون ریشه میدونی من میگم اصلا ریشه شاید آقا ریشه اینه که اصلا مغز شما طراحی نشده برای این سبک زندگی خب تو طراحی نشدی 8 ساعت پشت کامپیوتر بشینی خب, اینه خوب که اصلا ما چیزی رو فایت بکنی وقت خیلی نمیگم حالا فایت مید. کنی ولی حداقل بفهمیم اینه دلیلش آه. چون برای این کار شما طراحی نشدی تو باید مثلا یه بری تو طبیعت یه بارفیکسی فیکسی بری یه خوشه‌ای بچینی با دو نفر دیگه حرف بزنی شاید ما اینجوری باید زندگی کنیم الان که حالا مجبوریم هشت ساعت پشت کامپیوتر باشیم تو شرایط کرونا که بدتر اصلا خونه هم باید باشیم شاید این مثلا راهکار مغزه برای زنده موندن نمیدونم کسی که بریم پای گوشیمون آخه اینطوری این یعنی من فکر آخه این انقدر طولانی شده, شده من یادم نمیاد دیگه میادی قبلش چه جوری آره قبلش ده. ما ده. اصلا قبل از کرونا من یادم دیگه ما تایمای گوشیمونو می تایم های گوشیمون رو چک میکردیم با هم دیگه مثلا آره. تو چقدر اون موقع هم به نظر خودمون افتضاح بود آره الان دیگه خیلی اگزاجر من... شده و من میگم شاید دلیلش اصلا یه جا دیگه است چون خسته کننده میشه زندگی هم. این مدل زندگی چون طراحی نشدی برای این کار بالاخره ذهنت چور میکنه پرش کرده ولی اینطوری هم نیست مثلا خیلی شاید واقعا از این برای این اینطوری طراحی شدن می چی میگم یعنی تو نمیتونی بگی مغز انسان اینطوری طراحی نشده شاید تو شخص تو اینطوری طراحی نشده باشی او... آره شاید به فرهنگم مثلا من میتونم خودم مثال بزنم من احساس میکنم موقعی که پشت کامپیوتر دم استریم میکنم جز بهترین لحظه های زندگیمه ان... میگم با این که شاید انسان طراحی نشده که 8 سال پشت کامپیوتر بشینه خب چون سرگرمت کرده نه نه ولی اون از یه سری المان استفاده میکنه که اون المانا طراحی شدن که تمام حواست تو رو به خودش جلب کنه نه من اینطوری دارم بهت میگم من اگر که پای من سر کارم پای کامپیوتر میشینم سر استریم هم پای کامپیوتر بله. میشینم اگر که بخوام این دوتا رو با هم دیگه مقایسه بکنم دومیه دو برای من خیلی جذاب تره یعنی حاضرم مثلا 16 ساعت پای کامپیوتر این و بشینم تا مثلا 2 ساعت اون پای کامپیوتر بشینم نوع درگیریت فرق میکنه صرف پشت کامپیوتر نشستم منظورم اون کاری که ما انجام میدیم خب دیگه اون, اون کار که... بازی کردن کار جذابیه دیگه نه برای همه بالاخره تو, دا... تو, این کار میکنی منم بازی 8 ساعت میشینی پشت 8 ساعت نمیشینم ولی من راحت تر مثلا میتونم بشینم مثلا یک ساعت دو ساعت پشتم فیفا بازی کنم تا دو ساعت متمرکز کارمو انجام بدم خب حرفم اینه این یه چیزی داره که میتونه تمام حواس تو رو به خودش جلب کنه خب ولی اون کاری که مثلا تو انجام میدی که حسم میکنی اصلا اونه که تو رو به جلو میبره اون کار رو نمیتونی پشت هم انجام بدی من میگم فرهنگیه ممکنه فرهنگی هم باشه من قبلا هم فکر کنم صحبتش کردیم اینجا که اومده بودیم توی اون لبی که بودیم خب اونجا اکثرا چینی بودن یا ایرانی بعد چینیا رو میدیدم این قشنگ میتونست دوازده ساعت پشت میز بشین من میومدم صبح مثلا ساعت ده و نیم یازده این توی لب نشسته بود کار میکرد من مثلا 6 میرفتم جیم این هنوز نشسته بود کار میکرد از جیم برمیگشتم این هنوز بود من میرفتم خونه اونجا ما حس میکردیم بابا یه چیزی هم تو ما هنوز یه کاری یه چیزی تو ما داره وول میخوره ما نمیتونستیم بشینیم ولی اینا میتونستن بشینن حالا یه بخشش فرهنگه هم حالا بعضیا میگن اونا نه خون سردن و ژنتیکی و اینا شاید ولی درصدم میگم شاید اصلا ریشه یه چیز دیگه است من یه فاکتوری که فکر کنم اینجا هست و مهمه اون عادت و تمرینیه که باعث عادت هم میشه اونم هم فکر کنم خیلی مهمه مثلا حالا کارون گفت که عادت داره که کاراشو می نویسه کارای حالا هفتگی یا ماهی یا نمی خب این یه چیزیه که تو عادت کردی طی سالیان تو این سالها و ادامه هم خواهی داد ولی مثلا منی که انجام نمیدم یعنی برای من اگه بخوام اون کار رو انجام دادم من باید تمرین کنم که به اون عادت برستم میدونی من فکر کنم اونم هست ایمانی ایدیه کتابی به من کار داد پاور آف of نخونیش الان این اومده روی اون اتمیک هبت همه دارن میگن خب اه من میبارم. گفتم برم. که من اون رو دارم میخونم آ داری میخونی آه. این جدید الان واسه نیست خیلی الان. در ادامه حرف فرزاد و ایما منم ادامه بدم فکر ادامه, ادامه ایشو ایشو حرف من نباشه تو داشتی میگفت نه خیلی زودتر تام میخواستم میگم یه چیزی تو مایا این که مثلا تراست پروسس اون که میگفت اگرم مثلا فیل کردی دوباره انجامش بده و اینا و تو کلاس دیگه مثلا نمیشه چی تراست پروسس آره به مسیر باور باورش نه واسه این میگم که من یادم از اپیزود از سیزن یک بود که کارون این بحث رو مثلا مطرح کرد که آقا بنویسید که یکی از استاداتون رو مثال زدی که میگفت مشکلاتتون رو بنویسید بیارنش رو کاغذ معلم رو ذهنتون رو آره. خب مثلا من شخصا اینو از سیزن یک خودکست هی میشنیدم هی کارون مثلا چیزش میکرد تکرارش میکرد و اینا ولی خودم مثلا شاید سه ماهه که دارم انجامش میدم خیلی هم برام سخته به قول همین حرفی هم که تو زدی بعضی وقتام هم فیل میکنم انجامش نمیدم عقبش میندازم یا تنبلی میکنم ولی باز دوباره انجامش میدم و وقتی که انجامش میدم نتیجهش رو میبینم و ادامه حرف فرزاد میشه که آقا آروم آروم بهش عادت میکنم و کاریه من که عادت ها یعنی چینی ها از بچگی عادتشون دادن که آقا کار میکنی کار کن توش نکنه و نجاتش ما دیدیم با. دیگه همه توش کردن ما هم یاد هم گرفتیم بیشتر فرهنگو میگه دیگه این سخت آره، کوشی آره نجات و... من کاری ندارم سخت م... یا مثلا یو اون کانفتبل شو بس که الان کانسل میشی برم بعدی برو برو. حالا یه چیزی هم که معرفی میکنه میگه که تایم باکسینگ میگه که واقعا مثلا تقویم داشته باشید بنویسید که در طول روز من میخوام این کار بکنم و به اینکه من در طول روز میخوام دو ساعت وقت تلف کنم دو ساعت وقت اینستاگرام و توییتر و فلان و ایناست مثلا اگر که میخوام بکنید برای وقت تلف کردنتون هم تایم بذارید اون خوبه و مثلا میگه که برای خودتون وقت بذارید وقت بذارید ورزش کنید غذا مناسب بخورید کتاب بخونید درست استراحت کنید میگه ما برای خودمون معمولا خودمون رو میذاریم پرایوریتی آخر مثلا پرایوریتی پرایوریتی آخر اهم. مثلا اولویت, آره، اولویت آخر و برای خودمون زیاد وقت نمیذاریم میگه سعی کنید که برای خودتون وقت بذارید میگه برای روابط مهمتون وقت بذارید میگه آدمایی که تو زندگیتون هستن خیلی ارزششون بیشتره که بخوان پس مونده اون آخر وقتتون رو بگیرن ما رو دور میگه مارا. مثلا وقت بذارید چه آره مثلا روزی نیم ساعت هم که شده به اینکه من روزی نیم ساعت مثلا فلان موقع میخوام وقت بذارم حال مثلا رفیق آب بپرسم چند وقت تو انجام میدی؟ من الان به اینجا نرسیدم هنوز آه میخواستم اگه, اگه انجام دادی ما آدم مهماش نبرای نه نه من هنوز به اینجا نرسیدم سه و این کتگوری که وجود داره به سبب های یا به محرکهای خارجی چیره چرا چرا از چهار اومدیم به سه یه ها گفتیم دیگه دو همین چیز بود تو اینجا یه چهار تا چهار تا مجموعه مجموعه اولی دو خودش چهار تا زیر مجموعه نه, نه نه زیر مجموعه نداشت مثال های مختلف بود که من نوشتم آها آه اون دو داد یک دو سه بود الان بود که بر صاحب های محرک های خارجی چیره بشیم هکینگ بک اکسترنال تریگرز که این رو من الان دارم مثال جدی دنبال میکنم چیه مثال محرک خارجی آره برات مثال میزنم یلا صبر مثلا که بودی برای ایمیل گروپ چت میتینگ ها نوتیفیکیشن ها اینا رو بیام کنترل کنیم مثلا میگه که مثال میزنه میگه ایمیل ها رو به صورت دسته ای جواب بدیم به جای اینکه هر ایمیلی که میاد سری بریم جواب بدیم میگه تا ایمیل میاد مثلا من خودم 100 درصد اینطوری بودم که تا صدا ایمیل میومد ببرم چه چک کنم جواب یارو بدم که اصلا یارو فکر کنه من آدم خفنی جواب آره تاپ ولی میگه مثلا شاید یه نفر باشه بعضی هستم میگه همه رو که شما نمیتونی کنترل بکنی یه نفر از سه تا سوال داره سه تا ایمیل میزنه سه بار مثلا چیز تو رو وقت میده. تو وقت رو میگیره میگه بیا مثلا وقت بزنیم بگیم دو بار در روز مثلا صبح مثلا مثلا 9 صبح و دو بعد از ظهر من جواب ایمیل ها رو میدم مم. بریم اون موقع چک کنیم و دست اینا رو جواب بدیم میگه اپایی که ممکنه حواس هاوس پرت حواستون رو پرت بکنن از روی موبایل حذف کنیم بیایم روی کامپیوتر مثلا من دیگه تلگرام رو روی موبایلم ندارم الان فقط رو کامپیوتره و اینکه میگه که این اپ ها خیلی خوب اپتومایز شدن برای استفاده رو موبایل که بتونن شما رو مثلا دیدی این مایندلس سکرولینگی که وجود داره مثلا اینستاگرام که تو فقط فلیپ میکنی آره. <laughs> میری پایین مثلا همینطوری مثلا میری پایین و میگه روی دسکتاپ مثلا اینطوری نیست خیلی سختره برای همین آدما کمتر وقتشون رو میذارن روی دسکتاپ مثلا من الان توییتر و اینستاگرام هم هیچ نوتیفیکیشن دیگه نمیاد براش <laughs> اگر که فقط موقعی مثلا میرم سمتش که خودم بخوام برم سمتش اونا نمیتونن حواس من رو پرت بکنن مثلا میگه که بیایم نوع نوتیفیکیشن اپ رو مثلا عوض بکنیم نذاریم یه سریاشون دیسترکت اون بکنن اگر که میبینیم مثلا کلاب هاوس بود من کلاب هاوس نوتیفیکیشنشو رو بستم دیدم فلانی زنده رو به درک فلانی زنده رو چی کار کنم فلام کن دیگه بعد این بود هکینگ بک استنا تریگرز بعد میگه که مثلا میگه که آره گروپ چت ها و این جور چیزام خیلی خوبن برای اینکه آدم بتونه در واقع وقتش رو کنترل بکنه شاید نخواد مثلا با هفت نفر دونه دونه بخواد صحبت بکنه یه تصمیم دست جمعی که میخوان بگیرن میتونن توی گروپ چت بگیرن ولی به واسطه اینکه وقت کل روزت رو ازت نگیره یعنی اینکه آره. فقط به خاطر اینکه وقت سیو کنی بری تو گروپ چت اینطوری نباشه که بری تو گروپ چت ولی مثلا کل روز تو بگیره خب اونجا خودشون عامل چیزن عامل عامل وقت تلف کردن گروپ چت چون یکی یه چیزی میگه به اون یکی یه دونه روش من همه رو میوت کردم دیگه همه رو کردم الان مگر اینکه منو منشن بکنید من نمیبینم ای این چی و اینکه مثلا روزی یه ساعت مثلا بیام اونجا سر بزنم نمیگم هر نمه موقعی که مثلا چون میدونم تلگرام و کردم فقط روزی یه ساعت میرم ولی توی پروسس دارم سعی میکنم بعد چهار می کتگوری هم که وجود داره که من هفته پیش گفتم Prevent Distraction with Pacts یا از هاوس پرتی با تعهد بیام جلوگیری گیری بکنی این خیلی باحاله این اه، اه، یه حالت عکسی هم داره جالب بعضی موقع حالا من مثال شخصی میزنم اینو خودم هنوز نرسیدم بهش تو این کتاب که تو اول سعی کنید اون ستاپله پله قبلی رو بتونید باش راحت باشین تا میایین سمت این چون که این یه سری تعهد ایجاد میکنه که شاید واقعا شما نخواین بهش پایبند باشین اولین تعهدی که میگه میگه که افکت پکت میگه که بیایم برای خودمون چالش بذاریم بیایم مثلا یه سری تعهد بدیم برای یه سری کارهایی که مثلا برای اون سخته رو بیایم تعهد بدیم که یه کاری انجام میدیم مثلا اگر که مثلا سخته برامون بریم جیم به بیایم به نفر تعهد بدیم که ما هر روز مثلا باش میریم خب اگر که واقعا اون رابطه هر رو برای اینکه بتونیم حفظ بکنیم این کار رو هم انجام میدیم تو, يعني... تو رو درواسی یعنی خودمون رو تو رو درواسی بذاریم هر از گاهی خب ممکنه با جاش رابطه آره و تعهد دقیقا بدی بره. دقیقا همینه دقیقا همینه میگه که <applause> میگه... میگه خیلی باید مراقب باشید میگه که برای همین میگه میگه اول سعی کنید موسطه دیگه راحت باشید یعنی بتونید یه رابطه مناسبی با خودتون داشته باشید بعدا شروع کنید تعهد دادن یکی دیگهش پرایس پرایس پکته میگه هزینه مالی یه تعهد مالی ایجاد میکنم بعضی مثلا من خودم اینطوری بود که من از ارتفاع خب یه مقداری کمی میترسیدم میخواستم برم بانجی جامپینگ ولی میگفتم کدوم آدم عاقلی میره تو تنها بمانه بخوش خوش بندازه پایین رفتم ثبت نام کردم 85 دلاری که از من گرفت دیگه اصلا مصمم بودم که میرم بعد اسپانیا رو مسخره میکنن <applause> مصمم بودم که صد درصد میرم این کار رو انجام میدم میگم من هنوز خودم نتونستم با این چیز آخرش ارتباط برقرار بکنم یه ذره برای من اکستریمه یه ذره برای من خیلی افراطیه که مثلا اینجور تعهدا آدم بخواد بده برای اینکه بخواد یه سری رفتار رو عوض بکنه و به قول کارون شاید نتیجه بلکس بده آشو با جاش از دست بدی کلا ولی خب اینم یه روشی بود که معرفی میکرد تو این کتابه من خودم سفید سفید شد یه جوری یه با بلک لایت روش میگیره شاید یه ذره سخت باشه مثلا این تعهد رو ایجاد کردم ولی خب همینطوری که شاید دارم تو این مسیر حرکت میکنم اگر که ببینم بهم کمک کردم میام تو اپیزود بعدی این آخریه من خیلی شک دارم همون میگم این این برای من خیلی سخت این برای من خودم یه ذره چالش برانگیز بود ولی من یه مثال داشتم در مورد همین ارتفاعه پولری که دادم دیگه بعد انجامش میدادم این اتفاق برای من زیاد میفته ترس بس آدم داره. آره فرهاد, فرهاد, پولو بده نمیره یا این دیگه رو فرهاد آن آن <تصفح> مثلا, موقعی که میخواستم میرفتم پیش فرین زینا موقعی که جیم و اینا باز بود پولر که میدارم دیگه پنج صبح با بیدار میشدم پنج میرفت آره یادمه یعنی اون موقع دیگه اینجوری که خب من دیگه 15 دلار دادم دیگه داداش پاشو دیگه اصلا دیگه مسیری هم میره یعنی آره آره مثلا پا... آره. این می چی میگم ولی الان به خاطر مثلا جیم پایین خونه ما مجانیه آقا مجانیه نه دیگه. این مج... <applause> نه خب مجانی نیست دارم شارژ میدم برای اینکه پولشو ذهنیت اینه که مجانی یعنی <applause> مستقیم برای جیم پول نمیدی جلو ولی داری براش یه مدل دیگه مثلا هزینه پرداخت میکنی این این صد درصد در درست استفاده کردم این کوتش مارکو آقا مجانی نیست نه ولی برای من هر, من هر... روز مثلا هستش ماهیانه اینجا من نمیگن که پول جیم که مجانی نیست اینطوری رو شارجت میاد به ما بریک داون نمیدن حالا بری نگاه کنی خودشون بریک داون نشد. مجانی آره نیست میدارم. اینو نداره چرا این اینطوری استفاده میشه دیگه راست شده واسه جیزم. ما هره. راست توی فرند راست این گفتم چی شده شما ولی پکتر من یادم یکی به من گفته بود تو منو چک کن که من هر روز ورزش کنم خب چک کن آره یه نه نه مثلا همجه به من گفته آره نه چک که مثلا من هر روز ورزش کنم دو بار من تکس زدم فکر کنم یا اون خودش چیز کرد اینا کلا رابطه قطع شد بعد یه سه چهار ماه اصلا هیچ صحبتی با همون دیگه این چیزا جواب نمیده من اسم کنم دوست بازی یعنی میخوای انجام بدی باید با خودت کنار بیای یکی دیگه رو این بکنید رابطت با اون یکی دیگه هم خراب میشه تو اینم ببینم چه جوری میتونم داستان کریو به این داستان مربوط کنم رابطه این همه سریال خوب داری ازش میبینی حس میکنم میتونم ها ولی حس میکنم <تصحن> رب داره ولی تو توان <تصحن> <تصحن> لغت لغویم نیست رزرویشن سیستم استخر ما از کریپ بهتره <تصحن> <تصفح> اینجوری که <تصفح> <تصفح> نمیذاره دو نفر بود استریم کنن من وسط استریم بد حالا هیچ وقت تو جوابم دادی آخه وقتی که توی این گروپ چت پادکست هیچ اتفاق نمیافته معمولا اینطوری <تصفح> که چرا بابا همه این ساکت همه, همه ساکت چیز میفرسته هیچ کی جواب نمیده چی فرستادی آخه من یه زمانی میفرستم دیگه نمیفرستم چون جواب نمیده من همیشه حمایت میکنم آخه مثلا اگه یه میم مثلا میم دیگه آخر کامیکیشنه آخه واقعا بعضی هاشی نمیفهمه اون چی هست ولی دیشب منم هم شدم تا گوشی ما چکم 17 دو مسیج آره و این من اینطوری و من اینطوری دیدم که خب کارو آره جواب, جواب, نداده جوابی. احتمالا اینطوری که میخواد فردا نه من مطمئنشم ببینم برنامه چیه نه <تصفح> <تصفح> آخه من میام شم به 11 من اینجا مثلا شب برای یکی دیگه مشکلی پیش اومده آره من گفتم که وسط استریم برایشم جواب دادم بعد دیگه دیدم سر کریو دیگه جواب دادن برو ولام کن آره خب اصلا این هم از اپیزود این هفته میگم من این کتابه رو به عنوان یه شاید ورک بوک دارم بشنگام کنم یه کاری که باید توی مدت طولانی انجام بشه تا یه حدیشو انجام دادم تا یه اصلا در واقع با هیچ رابطه ای نداشتم اگر که ببینم جواب میده بیشتر درمش صحبت میکنم ولی به نظر من کتاب خوبی بود یعنی حرفایی زد یه محرکایی رو در من برانگیخت که یه تلنگری بود هر از گاهی که آدم به این تلنگرها ها نیاز داره به من این مصرف آورده پایین آره من اصلا میگم الان از کی شروع کردی از هفته پیش و از زنگ زدن به مادرم <applause> اونو جرا آورده بالا <applause> آه بیشتر بیشتر سوال برای, آه. برای آه. تو هنوز داری ادامه میدی آورده بودی پایین تو یادم فردا روزی که ب... آورده بودی پایین اینا رو داداش آره آره میخواستم آره. همینو بگم واسه همین از پرسیدم منم هفته پیش بعد اپیزود گذاشتم روی یک ساعت کل گوشی رو بعد دیدم نمیشه چون واقعا زنگ و اینا زیاد میشه زیاد زده میشه و بیشتر یک ساعت میشه همه سوشال مدیا رو بردم زیر یک ساعت و باهاشم چیز کردم دیگه وای خیلی هم هستش خوبه میزنید تو گوش همه اینستاگرامو جالبه مثلا این هفته خیلی سختتر بود چون که این بیف های رپ فارسی و دیس و دیس بازی آه. الان میخوای به ببندی بعد بر... بعد بعدی بگیم بعد 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 که بعد 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 که همچین چیزی هست؟ بعد 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 خب مثلا من تو یوتیوب سری کانال های رپ فارسی و اینا دنبال سابسکرایب دارم اونا ریاکشناش میاده میاد و اینا چه قرار ریاکشن ها بعد میشه در این مورد بگو سوال یکم کامنت بخونیم بخون ایزم شما هر چی دوست داری بخون هستی گفته بود روی یوتیوب که این اپیزود چاره درد من بود واقعا اپیزود کارون میگه کارو متشکرم فقط یه چیزی نخوندن کامنت ها از تعامل درون برنامه ای که داشتین کم کرده لطفا هست بشن تعامل درون برنامه آره. مشکل دیگه نه آخه اپیزود قبلی که رفتیم کامنت های حالا بیشتر خوش آمدین و خوش برکی برگشتین برگشتین اصطلاحه نه من همین الان گفتم نه نه بر... زیر چیز ما یه برو. عالمه هم هم میگن ولی من اولین بار تو خوش برگشتید. دیدم نمیدونستم آره معنی میده آره. معنی میده یعنی آره جدیده تو شنیده بودی؟ از سفر که برمیگردی دوروبری میگن خوش برگشتی؟ خوش اومدی نمیگه خوش سفر به خیر مثلا امیرزا من شنیده بودم حالا نمیدونم واقعا اونم به عنوان استفاده میکردن یا نه ولی مثلا بار اولم نبود که شنیده بودم می گفتی علی گفته که واقعا از لحاظ روحی نیاز داشتم به یه اپیزود خودکست دمتون گرم قربونت برم حاج علی نیاز دارم به تو حاج علی که یه علی دیگه که جی پی رو من چند نفر رفته بودن پیدا کرده بودن یارو رو, رو دارم م... بهش مسیج نه, <تصفح> <تصفح> <کس پا> <تصفح> نه من اینجا بچه اینجا یا ایران نه بچه های کشورای دیگه مگه تو فامیل هم نه یعنی از کشور دیگه رفتن کریکس بنگو چیک <تصفح> <جی تصفح> کردن پیداش کردن دارن بهش مسیج میدن پس من دوباره مذاکرات رو سفر میگیرم الان <تصفح> فکر کنی که چه خبر سر این جیبی پی یو 50 نفر دارن باهاش صحبت میکنن <تصفح> بگو بچه ها بزن بازارو رو کنن قیمت علی گفته بود که اگه یه دوربین نمای کلی چهار نفرتون رو میگرف خیلی خوب بهتر میشد داشتیم باتری باتریش خراب شد باتریش 70 دلار نمیخوام بخرم چی GoProه؟ بار چی بگیره باتریش 70 دلار رو فرهاد از چون دسته بده هست اش تو کار خیره نه اونو دوربینش شد لنزش عوض کرده بودی چهار تا رو میگرفت چی شد میتونه بگیره ولی خب چرا کار نمیکنید دیگه خودمون نداریم دیگه چی نداریم اون که مال خودمون دوتا تا و نداریم خب باشه میخوایم چیکار چهار تا چهار تا رو بذاریم یه اپیزود یاد... چهار تا با هم گرفتیم باحال بود به نظر من می بذارم اون گوشه یه دونه رو من او... من دوست داشتم حالا اوکی میشتون بذاریم آدم ببینیم مزه است اونجا داره دیگه آها آه، کلا خیلی با مزه است آیدا رو اینستاگرام سوال پرسیده بود که سلام آیدا چرا دیگه قبل ضبط قبل ضبط راجبه موضوع اپیزود از اون سوال نمیپرسید اگه فکر کنم سوالی باشه میپرسن بچه خیلی اسپانتنیش هم سوال نداره سوال این مزاد. ایمان یه شور حسینی دور گرفته من یه, اپیز... من یه اپیزود من یه فصل کامل این کارو کردم خود چرا نمی‌کنی دیگه سوالی نداشتم <تصح> <تصح> اون موقع من میگفتم سوالی ندارم میگفتی نمیشه <تصح> <تصح> تو شکست این تو قطار نه. تو یه میتونی یه فصل سوال نشه یه تنبلی می‌کردی نه دیگه اون موقع من روی اپیزود معنای زندگی بودم یه فصل معنای زندگی صحبت یه روی کست در زیر اپیزود ایمان نوشته بود که من دلم نمیاد گوش بدم گذاشتم واسه شنبه تو مسیر سر کار رفتن که یه انگیزه ای واسه از خواب بیدار شدن بعد از تعطیلات داشته باشم ببینید ولی یه کامنت گذاشته این از کامنت ها بود حالا کامنت ها بیشتری هست که اپیزود جالب دوتا جالب شخصی دارم یک شو این قسمت میگم این قسمت بعد در مورد دوتا دختر خانوم هم هست که این این هفته ما داستان داشتیم باشون اولین شخصی شخصی دو دختر چرا من نگاه میکنیم یه سری میگفت خانوم دختر <تصفيق> <تصفيق> آقا من خونه بودم یهو در زدن در زدن آخه اینجا که مثلا ایمان که نمیتونه بیاد طبقه ما <applause> Sí. 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 Delivery my friend is stuck in the machine. My friend is stuck in the washing washing machine. Vay. 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 در زدم من خیلی سورپرایز که ایمان که نمیتونه بیاد طبقه ما همسایه‌ها بغل هم که زیاد باشون ارتباطی نداریم قضیه بعد نگاه کردم به دختری بود و اینا در کردم اصلا نه سلام کرد نه هیچی مقدمه هیچی اینطوری کرد شارژر اپل دارید فارسی فارسی بعد من من اصلا گیج شده بودم که این کیه و اینا بعد اپلی که گفت آخه تا... میگن آب نطلبیده مراده خوب بعد گفتم باری... که من که گیر کرده بودم که اپلی که گفت چی حالا مثلا شارژر مک میخواد کدوم مک رو مشکلی با کدومش رو با خود سوالی مشکلی نه من با همه چی مشکل کدوم ورژن یه جوری گفت بدون سلام بی هیچ چیز واقعا هیچ چی نگفت فقط شارژر اپل میخوام مثلا اینطوری بعد آیفون من گفتم کدوم مک قدیمی یا مک جدید گفت نه موبایل گفتم اصلا همه آیفون رو میگن اپل آره من مثلا بابا برات عجیب نیست اون کیه چرا اونو آخر اصلا اون موقع هنوز به این فکر نرفت انقدر شوک شده بود فکر کرد واقعا بعد یه جواب پس بده آره واقعا اینطوری بودم که هر روز میاد دم پیاز دارید بله باش باشه خدافظ خیلی عجیب بود یعنی مثلا شما هم شاید تو اون موقعیت بودین نمیتونستین بپرسین که تو کی میدونی آخه شارژرم حالا اینطوری نیست که مثلا یه شارژر دیگه نمیخوام از یارو چی اوکی بود بابا یه شیلنگ قلیونه دیگه چرا نمی مثلا گواهی نامه‌شو بگیرم تا برام پس بده خب آره پیافاتون اونجوری کنید خب من بابا گفتیم چم بابا آره بگو خلاصه فهمیدم شارژر آیفون میخواد آه... یه شارژر رو بردم دادم بهش و در رو بستم ببینم کجا میره دست تو سراخ دیدم صاف آپارتمان رو برو ما بودن و بعدم گفتم من دارم از خونه میرم اینو لطفا اه... تموم شد کارتون اینجا بذارید که شب اومدم دیدم هست آره خیلی عجیب خوش. خوش. یعنی خوش یعنی یه مثلا شکلاتی یه آره مثلا آره شکلاتی یه قرم من... سبزی به یه زبونی مهدابم میگو مثلا من اکسپیکت پیانم الان یه نوتی مثلا مرسی. مرسی. هیچ حالا بعد این اپیزود میان میذارم که... هم طبقه تو ایرانی بوده شما رو نمیدونید ما, ما که اون سمت همه ایرانی اینو میدونم ولی آه. من شک کردم چون فیلم چیزی زیاد دیدم گفتم شاید یه چیزی فیلم چ... پلیسی آها آه. آه. با... آه. توی شارژر جاسوس آره شارژر رو الان گذاشتم بین یه دستمال و اینا کردمش توی سری کیسه فریزر انداختم اون زیر چون خوبه تو دستمال بذاری دیگه س... سیگنال و اینا رو اصلا نمیگیره <laughs> نه تو تو پلاستیک هم بود هر چی باشه دیگه از پلاستیک دست رد نمیشه لا فویل خیلی عجیبه از پلاستیک رد میشه آره از همه چی رد بتون رد میشه پلاستیک دیگه شوخی نه پلاستیکش خوبه اینترنت تو داری بالا میگیری که زخیم و قائمیه زیپلاک سفت چند تا لول داره این جالبیه گفت حالا <تصفحنت> 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 <applause> این خانمه <موقت> اصلا ای <خودش> من, من هنوز میشه, میشه. دو دو گفتی دو تا خانم بودن نه اونو به اپیزود بعد میگم این میشه بریم در خونشون در بزنیم فکر کنم شارجه سامسونگ داریم شارژر اندروید اندروید, اندروید <applause> دارن دیگه چون اگه اپلی بودن خودشون شارجر اپل داشتن <applause> نه ولی بله من فکر می کنم حالا یه اتفاق افتاده بود مثلا استرسی داشتن و اینا که اینطوری کلا با ما برخورد کرد. خوش مثلا مضطرب بودن ها بنفیت دارم بهشون آره. خیلی عجیب است عجیب کنیم دیگه خیلی کنیم. خیلی <applause> مرسی که ما بودین ما توی تمام فضای مجازی است خودکسته توی تلگرام،, توی تلگرام تویتر فیسبوک اینستاگرام و اگر که میخواین با مورد آتا مستقیم داشته باشید ما پروفایل داریم توی تلگرام برای خودکست تاکس که میتونید اونجا برای ما های صوتی تصویر یا نوشتاریتون رو, رو بفرستید ما میریم و پنج شنبه با یه جای دیگه برمیگنیم خدافز.